درود و عرض ادب محضر شما همیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز و مهربان در مام میهن ایران زمین برنامه های خبری تحلیلی ایران فردا رو همچون همه شبها در طول هفته میگوشه این با برگ تازه ای از دفتر شامگاهی صفحه یک برنامه دیراشنای شهر اطلاع رسانی شما که مروریست بر آخرین خبرها و نظرها حول مطالب و موضوعات مختلف در عرصه از سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد ایران، منطقه و همینطور بعضا جهان به روال معمول همه شبها نخست مروری کوتاه خواهم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب انعکاس گسترده گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی و موجی از واکنش ها به ادامه سیاست وعده و وعید ایشان بعد از پنج سال ریاست جمهوری باستا به زمزمه ها و خواست مردم ایران در عبور از اصلاح طلبان و اصولگرایان به عنوان دو جناه اصلی موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی چشمانداز متزلزل توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی همچنین دلالی دولت ایران برای جبران کسری بودجه و افزایش نرخ دلار در ایران و همزمان وعده رئیس بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار تداوم بحران زیست محیطی در کلان شهرها همراه با موجی از گرد و غبار در جنوب ایران و قطعا نقش حکومت در بروز این مشکلات با اعمال سیاست های غیر کارشناسانه در عرصه سیاست خارجه و منطقه‌ای البته زیر سآل رفتن استقلال ایران در مقابل روسیه با گردن نهادن جمهوری اسلامی مقابل همه خواسته های پوتین ادامه بحران مداخله ارتش ترکیه به خاک سوریه و براخره موجی از نارضایتی جهانی و منطقه‌ای نسبت به اظهار موزه مایک پنس معاون دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل با اخراج نمایندگان عرب معترض آن مجلس سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه سوم بهمن ماه ایرانی برابر با 23 ژانویه 2018 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما هم میهنان همار همراه ایران فردا خواهد رسید خبرها و نظرها رو با گذیده از اظهارات آقای روحانی شروع می کنم در برنامه امشب و نقدهایی که بر اظهارات ایشان مترتب شد. شب گذشته روحانی در تلویزیون رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی ظاهر شد و به پاسخگویی در خصوص برخی مسائل روز ایران پرداخت و بسیاری از روزنامه ها نیز این موضوع رو به تب در صفحه که خود انعکاس دادند. از جمله آنها روزنامه اعتماد که به جریان اصلاح طلبان نزدیک است با عنوان شب قول به سخنان حسن روحانی با نگاهی نیمه نقادانه پرداخت و اشاره می کرد که رئیس جمهور دیشب برای دومین بار در دولت دوازدهم مقابل دوربین رسانه ملی رفت و با مردم سخن گفت گفتگویی که به قدر انتظار آقای مجری متواوت و خاص نبود روحانی حرف های خوبی به زم این روزنامه البته در مورد اشتغال فراگیر بهسازی و نوسازی بافت های فرس همینطور محیط زیست آلودگی هوا و نوسازی نافگان هم رو نقل زد و, و قول های نیز برای حل یک یکی این معضلات داد با این حال بسیاری از مسائل حوزه سیاست داخلی و خارجی نادیده گرفته شد مثلا آقای مجری اصلا به روی خود نیاورد که این کشور تازه چند روز ناآرامی رو از سر گذرانده یا اینکه مسئله پایبندی یا عدم پایبندی آمریکا به برجام هنوز ابهامات بسیاری برای ناظران سیاسی باقی میگذرد در ادامه با روزنامه دیگر روزنامه ایران که در واقع ارگان رسمی دولت روحانی است صفحه یک خود رو به همین موضوع اختصاص داده بود و سخنان آقای روحانی رو با عنوان پای قولهایم به مردم ایستاده ام منتشر کرد این روزنامه در بخشی از این نوشتار خود می نوشت که قول ما به مردم در انتخابات حفظ امنیت، آرامش، آزادی و پیشرفت بوده است و ما پای آن استاده و نمی خواهیم در کشور ناامنی باشد. اعتراض و انتقاد اشکالی ندارد حتی اینکه مردم به خیابان ها بیایند و در چارچوب قانون تظاهرات انجام دهند اشکالی ندارد اما آنچه که مردم را ناراحت می کند ناامنی است. خب گویا آقای جناب آقای روحانی فراموش کردند که همین سه هفته پیش مردم در اعتراض های مسالمت آمیز علیه جمهوری اسلامی در واقع خواستهای خود رو اعلام کردند، شعارهایی دادند که نهایتا توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد سرکوب شد و نیروهای امنیتی و سپاه هستند که عملا عامل ایجاد ناامنی برای شهروندان شدند بماند جنازه هایی رو که در بازداشتگاه جان باختند و در کنار خانه های صاحبان آن رها شدند در ادامه خبرها و نظرها رویگردانی از دو گروه سیاسی موجود در ایران و دقدقه ها از عبور ایرانیان از کلیت نظام هر روز وارد فاز تازه ای از تحلیل ها می شود خاصه این مهم با حجم عظیم رویگردانی و عبور از اردوگاه اصلاح طلبان به مسابق شاید ذخیره پنهان نظام و روز مبادای نظام البته تحلیل ها رو حول این گروه نیز بیشتر متمرکز کرد در میان روزنامه شرق در پی انتقادهای گسترده از جریانات موسوم به اصلاح طلب در برخورد با اعتراضات گسترده مردم در شهرهای مختلف به موضوع لزوم تغییر در منش این جریان پرداخت و در مطلبی با عنوان خانه تکانی در جریان اصلاحات می نوشت موج اعتراضی اخیر در تهران و سایر شهرهای کشور اگر یک روی خود رو در خیابان به نمایش گذاشت روی دیگرش در نقد و انتقادها در فضای مجازی بروز پیدا کرد بدنه معترض خواستار همراهی جریان اصلاح طلب به عنوان جریانی بود که مدعی است بدنه اجتماعی جامعه رو از آن خود دارد اما صدور برخی بیانیه ها نظیر بیانیه مجمع روحانیون مبارز با دبیر کلی رئیس دولت اصلاحات منظور با دبیر کلی آقای خاتمی نوک انتقادات رو متوجه رهبر این جریان کرد هرچند روزنامه شرق و این فعال سیاسی یعنی آقای عباس عبدی به دنبال نزدیک تر کردن بدنه جامعه و اصلاح طلبان هستند اما خب همگان دیدیم همگان شنیدیم که واقعیت امر این است که مردم از اصلاح طلبان نیست تا حدود زیادی عبور کرده اند و در شعارهای معترضین که فریاد می کردند، فریاد می زدند اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا این امر کاملا مشهود بود به نظر می رسد که هر جریانی که خواستار حفظ وضع موجود و نظام مبتنی بر ولایت یک فرد بر همه کشور باشد نزد مردم دیگر اعتبار و جایگاهی نخواهد داشت درودی دوباره کماکان با برنامه شامگاهی صفحه یک با شما هستم صفحه یک رو ورق میزنیم با سایر صفحات از حوزه سیاست خارجه ناکارآمد این روزهای جمهوری اسلامی خاصه تزلزل برجام روزنامه ی وطن امروز که به طیف تندروها و محافظه کاران نزدیک است و در واقع منتشر کننده نظرات طیفی موسوم به دلواپسان و گروهی از کاسبان تحریم و در واقع همیشه هم مخالف سرسخت توافق هستی ایران با قدرت های جهانی بوده میکوشد کماکان که, که این توافق رو ناکارآمد نشان دهد و نقد ها رو در این راستا ادامه می دهد که در صفحه یک شماره امروز خود در مطلبی به با عنوان بازگشت به نقطه صفر باز به همین ماجرا و جام شکننده برجام پرداخت این روزنامه نوشت اروپا و آمریکا دو سوی آتلانتیک در ماجرای اعمال فشار بر ایران برای محدود کردن برنامه موشکی و عقب نشینی سیاست های منطقه‌ای متفق القول هستند و برای رسیدن به هدف خود برجام رو گروگان گرفتند وطن امروز در ادامه اشاره میکرد حالا با آشکار شدن نظر مشترک آمریکا و اروپا درباره مذاکرات موسوم به موشکی و منطقه‌ای با ایران اروپایی ها با سراحت بیشتری درباره این موضوع اظهار نظر میکنند در میان به زمین نویسندگان روزنامه وطن امروز فرانسوی ها که نقش مهوری در پیگیری موضوع مذاکرات موشکی دارند مواضع سریحتری اتخاذ کردهاند در تازه ترین موضع وزیر خارجه فرانسه در اظهار نظری عجیب و حیرت انگیز به زم وطن امروزی ها گفت اگر ایران در موضع محدود کردن برنامه موشکی خود همکاری نکند کماکان این کشور به تلاش برای توسعه سلاح‌های های کشتر جمعی متهم خواهد شد این روزنامه نزدیک به طیف مصباح یزدی تئوریسین یعنی خشونت در جمهوری اسلامی همچنین در ایاد داشته خود در همین رابطه می نوشت که موگرنی همزمان با ادعاهای آمریکا مبنی بر نقض برجام از سوی ایران آن هم به دلیل فعالیت های منطقی و موشکی طی سخنانی در پارلمان اروپا می گوید که در بخش مقدمه این توافق 104 صفحه‌ای یک ارجا در حد یک نیم جمله با این مضمون وجود دارد که این توافق میتواند مسیر رو برای نوع دیگری از تعامل یا تعاملی سازنده تر در منطقه فراهم کند و زیربنای آن رو ایجاد کند آن جمله شاید الان دارم به مسابه یک راز آن رو افشا میکنم به درخواست ایران گنجنده شد این روزنامه منتقد دولت می نوشت که مسئله وقتی پیچیده تر می شود که بدانیم مسئولان دولتی پیش از این مکررن برجام رو نه سقف همکاری با غرب که زیربنایی برای شروع همکاری ها معرفی کردند البته این روزنامه فراموش کرده که از قبل گنجاندن همین پاراگراف بود که دولت باراک اوباما دست ایران رو در سوریه تا حدودی بازگذاشت و آیتالله الله علی خامنه ای توانست توسط بازوی نظامی خود خود یا حاکم بر دمشق رو از سقوط حتمی و قطعی نجات دهد و نیروهای شپ نظامی هشت شعبی در عراق رو نیز تأسیس کند که این کشور رو هم عملا در اختیار بگیرد ادامه میدهم تا حدودی با زمینه و مضمون مشترک و مشابه روزنامه جوان که سخنگوی نوشتاری ارگان نظامیان سپاه پاسداران به حساب میآید، عنوان اصلی صفحه یک خود رو به همین موضوع اختصاص داد و در مطلبی با عنوان فشار نیابتی اروپا به ایران برای تغییر برجام می نوشت که منابع غربی می فشارهای اروپا بر ایران با هدف آنچه که اروپاییان نجات برجام می تشدید شده است این روزنامه در بخشی از نوشتار خود اشاره داشت دیپلمات های اروپایی میگویند که اروپا در واکنش به زربل العجل چهار ماهه ترامپ برای اصلاح برجام گفتگو برای تدوین طرحی را شروع کرده اند که هدف آن فشار برای محدود کردن فعالیت های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است تا از این طریق ترامپ به ماندن در توافق هسته‌ای مصوم به پنج به علاوه یک با ایران تشویق شود که البته دغدغه و نگرانی روزنامه‌های منتصب به جبهه نظامیان همواره حول مسائل تسلیحات مشکیشان هست که این همه اظهار نگرانی می کنند. ادامه می دهیم برنامه امشب رو با یک موضوع اقتصادی که این روزها در صدر خبرهای رسانه های ایران جای دارد و در برنامه دیشب نیز به تفصیل به آن پرداختیم. نوسان پرتنش و تکان نرخ ارز در بازار بیرمق ایران. به دنبال افزایش شدید نرخ ارز در ایران و انفعال دولت از کنترل این افزایش امروز رئیس بانک مرکزی عنوان کرد که نرخ دلار کاهش پیدا خواهد کرد و مردم رو از سرمایه گذاری در این بازار برحذر داشت در همین زمینه روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه که خود به نقل از رئیس بانک مرکزی نوشته بود دلار نخرید قیمت ها پایین می این روزنامه در ادامه گزارش خود می نوشت رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه قیمت ارز در روزهای آینده در روندی کاهشی قرار می گیرد تاکید کرد که سرمایه گذاری در نرخ ارز توجیح نداشته و کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل می کنند ضرر خواهند کرد سیف در ادامه به مردم توصیه کرده بود که ریسک و خطر موجود در بازار ارز را نپذیرفته و به سمت سرمایه گذاری امن حرکت کنند همچنین آقای عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران به تازگی از دستگیری پنج متهم ارزی خبر داد چنان که خب آگاه هستید سال گذشته نیز بانک مرکزی همزمان با اوج گرفتن قیمت ارز در بازار آزاد با همکاری نیروی انتظامی نظارت بر بازار رو تشدید کرده بود و همانگاه نیز تعدادی از فعالان بازار ارز دستگیر شدند اما در این میان روزنامه اقتصادی اقتصاد پویا نیز با انتشار مطلبی در صفحه یک خود به عنوان دلار 4700 تومانی تقصیر دولت است به نقل از کارشناسان اقتصادی به تبیین و تشریح این معضل پرداخت از جمله به نقل از یک از کارشناسان نوشت که بانک مرکزی با کمبود منابع ارزی مواجه است و در شرایط کنونی نسبت ورود دلار به خروج آن نشان دهنده وضعیت بد منابع است باید محضر بینندگان عزیز اشاره کنم که گویا در واقع این فرایند به رویه ثابت دولت ها در جمهوری اسلامی تبدیل شده که هنگام مواجهه با کسری بودجه نرخ ارز رو به صورت مصنوعی بالا میبرند تا از طریق فروش آن به سود کلانی دست یابند و کسری های منابع رو جبران کنند و در واقع به عبارت دیگر میتونم بگویم که دولت و بانک مرکزی در نقش یک دلال عرض ظاهر می شوند و کسری بودجه رو از جیب مردم ایران جبران می کنند. کماکان بیننده ی برنامه شمگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با گزیده از آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از سیاست، اقتصاد، اجتماع و محیط زیست ایران در ادامه بحران های زیست محیطی ایران ریزگرد ها و هوای آلوده بسیاری از شهرها و در کلان شهرها موضوع اصلی بحران های موجود است و بسیاری از رسانه های پرشمارگان نیز به این موضوعات پرداخته بودند موضوعی که در سایه بی تدبیری حاکمیت کم کم به بخشی از اکوسیستم ایران تبدیل شده است در این میان روزنامه همدلی صفحه نخست خود رو برای همدردی با مردم خوزستان همان گونه که میبینید به رنگ خاکستری منتشر کرد و نوشته بود که هم نفسیم با خوزستان و در ادامه ذکر کرد که خاک سیمای تو را دزدیده است و ما شرمنده ایم که اینجا از راه دور زندگی قبار آلودت را تماشا میکنیم این روزنامه در بخش از نوشتر خود همچنین مینوشت که گرد و غبارهایی نارنجی مهمان همیشگی آسمان اهواز شدند مهمانی که گویی رخت خوابش را پهن کرده و رفت و آمدهای گاه و بیگاهش نه تنها کک مسئولان استان را نمیگزد بلکه در نهایت بیتوجهی دو روز پیش بودجه گرد و غبار خوزستان رو در سال 97 به دستور رهبری ایران حذف کردند این در حالی است که دیروز مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت طی سه روز گذشته 806 نفر به دلیل گرد و غبار به اورژانس بیمارستان خوزستان مراجعه کردند حالا برای آنهایی که در شهرهای این استان زندگی می کنند تنفس و یک نفس راحت کشیدن هم به مسابه یک رؤیا و آرزو شده است روزنامه همدلی در یادداشتی از حجم رنج و مشقت ساکنان خوزستان ایران اشاره می کرد و مینوشت دوباره خاک ما را در بر گرفت دوباره سرتا سر, سر پهنه جنوب و به ویژه خوزستان رو خاک گرفت خوزستانی که عادت دارد هر دوره ای از حیاتش رو با نامهربانی نو سر کند یک روز جنگ است روزی آوارگی و مهاجرت مردم روزی دیگر مردم رو گروه های تکفیری به تیر قیب دوچار می کنند و بمگذاری روزی دیگر زلزله ایست و آوارگی مردم روزی سیل است و بهبهان و شعیبیه و آبی که به جای آبادانی همه هست و نیست مردم رو با خود می برد. روزی خشک است و آه حسرت کشاورزانی که محصولی برای درو نمی بینند. دیگر روز انتقال آب است و حتی از آبی که انتقال میدهند به مردم پایین دست در ایزه و باغ ملک چیزی نمیرسد امروز اما گرد است و خاک و قبار گویی همه دست به دست هم می دهند که که خوزستانمان را بمیرانند و روزنامه قانون نیز به همین موضوع پرداخت در مطلب صفحه که خود به عنوان خوزستان گم شده در قبار سیاسی کاری نوشت با توجه به عدم پیشبینی بودجه ریزگردها در سال 97 وزیر و معاون رئیس جمهور تنها می توانند به انجام اقدامات کوتاه مدتی مانند تعطیلی ادارات و مدارس و توزیع شیر و ماست و ماسک در میان مردم بسنده کنند چرا که اجرای راحل های بلند مدت نیازمند بودجه است و برای سال آینده خبری از آن نیست روزنامه قانون در واپسین سطور مطلب خود اشاره کرد که با این اعتباری که در سال 96 برای مقابله با ریزگرد اختصاص داده مهار کانون های فرسایش بادی بیش از 100 سال به طول می انجامد حال تصور کنید در سال 97 این بودجه ناشیز و حد اقلی هم حذف شده است و اصلا نباشد فاجعه ای در میان دعواهای سیاسی مسئولان در حال رخ دادن است که سلامت مردم جلگه رو به خطر می اندازد. باید اشاره کنم که حسب شخصه های موجود در مطالعات زیست محیطی بیشک بی تدبیری و اجراع سیاست های غیر کارشناسی مسئولین در عرصه مدیریت منابع آبی از سوی حاکمیت سبب خشک شدن طالابها و رودخانه های خوزستان و دیگر مناطق ایران شده و اکنون نیز به جای اینکه فکری عاجل برای درمان این درد شود منابع مالی از این مردم دردمند دریغ می شود چرا که پول ها تحت اختیار ولی فقی حاکم است و حسب اشاره آشکار یکی از نمایندگان مجلس بدون اجازه آیتالله الله علی خامنه ای نمی توان از آن پول ها که گویا 150 میلیون دلار است در واقع بخشی از درآمد نفت هم هست که متعلق به همین مردم نمی توان بدون دستور رهبری استفاده کرد گویا ایران ملک طلق علی خامنه ایست و هر گونه که بخواهد میتواند منابع آن را صرف آرزوهای خود در اقصا نقاط منطقه بکند برای رسیدن به به تعبیر خودشان ولایت امر مسلمین جهان هدر دهند و در وقت باقی مانده با مطلبی مرتبط با مسائل ای و کمکنشی آشکار و دنبال روانه جمهوری اسلامی در بحران مداخله ارتش ترکیه در سوریه برنامه رو پی میگیریم روزنامه بهار به موضوع سکوت ایران در قبال حمله ترکیه به شمال سوریه پرداخت و این سکوت رو ناشی از تسلیم جمهوری اسلامی در برابر خواست روزها میدانست و بر این نکته انتقاد داشت این روزنامه در مطلب خود به عنوان سکوت افرینی مینوشت، نوشت حقیقت آن است که آنچه در افرین می گذرد در لایه زیرین خود نوعی تقابل میان کشورهای روسیه و آمریکا است این درست است که ظاهرا در این حادثه شاهد نبرد نظامی میان ارتش ترکیه و گروه های کرد سوریه هستیم اما با کمی دقت بیشتر می توان به این نکته پی برد که ارتش ترکیه هیچگاه بدون داشتن چراغ سبز از مقامات روسیه وارد این موضوع نمیشد. روزنامه بهار از جمله روزنامه های خبری تحلیلی نزدیک به طیف هایی از تحول ایرانی در بخش دیگری از نوشتار خود اشاره می کرد که از می‌کنم سکوت ایران در چنین حوادثی اگر به علت حفظ منافع ملی باشد قابل فهم است و می تواند سبب همراهی جامعه شود اما اگر به دلیل همراهی بیچون و چرا با یک کشور خاص باشد آنگاه باید تصمیم گیران کشور پاسخگوی این پرسش باشند که این شیوه عمل در سیاست خارجه تا چه میزان منطبق بر قانون اساسی و استقلال کشور است در حقیقت روزنامه بهار با اشاره به موضوع افرین زیر سوال رفتن چند باره استقلال ایران در برابر روسیه به دلیل سیاست های حکومت جمهوری اسلامی رو مطرح می کرد و یادآور می شود. البته همان گونه که میدانید دانید دیر است که جمهوری اسلامی و شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران برای پیشبرد اهداف خود در منطقه و داشتن حمایت روسیه در این راستا عملا به نئو تحت ید روس ها تبدیل شده و چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی هر نوع باجی که پوتین بخواهد جمهوری اسلامی گویا با کمال میل پذیر است برای نمونه هم مثلا غیبت ایران در رأیگیری قطعنامه علیه دولت میانمار در خصوص مسلمانان روهینگیا در سازمان ملل از نمونه های دیگری از گوش به فرمان روسیه بودن جمهوری اسلامی است چین و روسیه به آن قطعنامه رأی منفی دادند سوریه تنها کشور اسلامی بود که با محکومیت دولت میانمار در پیگرد مسلمانان روهینگیا معافقت نکرده بود و جمهوری اسلامی ایران نیز در رأیگیری برای این قطنامه شرکت نکرد و با این میزان تسلیم و تمکین جمهوری اسلامی از روسها در یک سو و آمریکا ستیزی رهبران اصلی جمهوری اسلامی در سوی دیگر دیری است که افکار عمومی ایران به استاندارد دوگانه دینکاران حاکم در همه امور واقفند و هر روز نیز شکاف و شقاق میان مردم و حاکمان بیشتر و بیشتر می شود و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدرود